دوستان عزیز سلام اگر میخواین تلفظ دقیق امریکایی را یاد بگیرین لطفا این ای سلسله درس را شما تعقیب بکنین از این سلسله درس ها 14 درس از شما گذشته و این درس 15 میشه است روی فشار تلفظ کلمات انگلیسی امروز ما بحث داریم پس بریم آغاز کنیم خب دوستان در آغازی را میخواییم بگیم که In a word all the syllables Pronounced the same. In a word, all the syllables. در یک کلمه انگلیسی تمام هجاهایش مشابه تلفظ نمیشن. زیادتر دوستای ما از کلمات انگلیسی را وقت میخوانن تمام هجاهایش مشابه تلفظ میکنه. ای اشتباه است دوست ها. مثال ای کلمه را میخوانن دوک تور. دکتر اشتباه است به صدها بار ما از شاگرد شنیده میگه دوکتور اشتباه ای کلمه دو هجا داره در مورد هجا و تقسیم بندیش ما بحث کردیم در درس, درس چارده هم شما میتونین پیدایش بکنین روی که هجاهای انگلیسی را ما چطور دریافت بکنیم و چطور مشخصش بکنیم فعلا اینجا میخوایم بر شما بگیم که در یک کلمه یک واول یک واول یک هجار تشکیل میده یک صدای واول البته حرف نوشتاریش نیست صدایش ببینین این کلمه دو هجا داره ایرا ما یک قسمتی کلمه را بلند میخوانیم و طویلتر میخوانیم نسبت به قسمت دگیش که دگیش باز نرمتر میخوانیم و کوتاهتر میخوانیم تر مثال این کلمه رو ما دا میخوانیم داکتر 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 یعنی این قسمت لغتا ای هجار بلند دراز با صدای بلند درازتر قویتر و این قسمتش کوتاهتر نرمتر میخوانیم تا ای که این کلمه تلفظ دقیق خوده بگیره دا و امی قسمت کلمه را امی هجاره که ما بلند میخوانیم دراستر میخوانیم تندتر میخوانیم قوی میخوانیم این امی را ما میگیم word استرس امی را میگیم فشار تلفظ در کلمات اینا از خود قوانین دارن که اسمها چطور شوان و صفات باز دمی در را بحث میکنیم فعلا این رو را بفامین که در کلمه تمام هجاهایش یک رقم نخوانیم به این شکل نخوانین با این صدا نخوانین چرا که تلفظش تغییر میکنه و غلط میشه مثال بعدی داریم زیادتر دوستا من شنیده میگن که هستوری 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 به شکل میخونن. ای. تایی ببینین این کلمه سه هجا داره هست و روی و در این سه هجا یک هجای زی یک هجایش بلندتر قویتر درازتر خوانده میشه مثلا ما این قسمت رو میخوانیم حس یعنی این قسمت هس وقتی میگیم بلند میباشه دراز میباشه با صدای بلند قوی خوانده میشه و قسمت دیگیش دو تا هجای دیگیش که تئوریست اینا نسبتا نرمتر کوتاهتر خوانده میشه هستری هستری یعنی وقت صحبت شما میگین هستوری اشتباسته ولی اگر هستری بگین الفاظ درسته تلفظ دقیق افهام و تفهیم درسته را به مردم ارائه میکنه پس این نقطه بسیار مهم است ما درک کنیم تلفظ خود باید اساستر و دقیق تر بسازیم مثال بعدی داریم زیادتر دوستان ما میخوانند هپنید 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 اشتباه است به هزار فیصد اشتباه استه. چرا؟ به خاطری که تمام هجاهای در یک کلمه بین شکل تلفظ نمیشه اینجایی را ما میخوانیم happened ها در اینجا پس در این قسمت باز هم ما چی داریم یک فشار تلفظ نسبتا کوتاهتر داریم زیادتر هجا زیاتر فشار تلفظ در افعال در قسمت اخیرش می باشه یعنی قسمت اخیر کلمه بلند و دراز در قوی خوانده میشه happened یعنی ای قسمت کلمه را ما باید قوی تر و دراستر بخونیم و ای در و ای ای به شکل د باید خوانده شود خب دوستا اینمی موضوع بسیار مهم است فشار تلفظ در کلمات که اینا را ما شما یک و یک رویش بحث میکنیم موضوع دیگه که استرس اصلا فشار تلفظ در کلمات مانا میشه چی مانا میدهی؟ میگه one syllable must be higher, louder and longer than the others میگه یک هجا در یک کلمه one syllable, syllable یعنی هجا یک هجا در کلمه باید higher بلندتر باشه higher یعنی بلندتر باشه louder با صدای بلند باشه و لانگر درازتر باشه یعنی یک هجا وقتی که دراز میشه با صدای قوی خوانده میشه و بلند میباشه اینمی هجا را ما استرس میگیم این ورد استرس میگیم فشار تلفظ در کلمه میگیم فشار تلفظ در کلمه چی مانا؟ که یک هجایش باید درازتر باشه با صدای بلند باشه و قوی تر باشه نسبت بدیش اونمویش که بلند می رو ما فشار تلفظ می در کلمات و تر مثال ما این کلمه را داریم فکتری فکتری سعی دو هجا داره سه هجا ده این کلمه ما قسمت فکتش چون بزرگ نوشتهش کردیم دراز می بلند می و قوی می خوانیمش فکتری 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 اگر کوتا هم بوگیش با صدای پایین هم بوگیش باید مجبور استی این قسمتش بلند بگی دراز بگی فکتری فکتری درست فابریکه مانا میشه زیادتر دوستای ما بازی را میگن فکتوری اشتباست دوستا فکتوری هرگز گفته نمیشه باید ایره فکتری تلفظ کنید. خب قوانینش داریم چی میگه؟ یک چیزی که زیاد مهم است میگه All one syllable words are not stressed تمام او کلمات که یک هجاییستن کوتاتر هستند اصلا این تاکید و این فشار تلفظ ندارند. کل مشکلات که ما داریم در کلمات دو هجایی و سه هجایی داریم او کلمات که کوتاتر هستن فعل است اسم است صفت است تمامش تلفظ فشار تلفظ در خود نداره او را دلتان بلند میخونین کوتا میخونین گپ نیست کل مشکل باز هم میگم دو هجایی و سه هجایی ایجاد کردن و تر مثال ما یک هجایی ها داریم مثل سی، سا، گو، لیو یا میگم تاک، واک، ستاپ، سپ هیچ قسمت زینا بلند و دراز و قوی تلفظ نمیشه کلش رقم است کاش که تمام دگاه شما میرقم می بود خب به هر صورت حال آمده باید بحثش بکنیم میریم روی دو و سه هجایی صحبت میکنیم میگه که تو syllable words کلمات دو دوهجایی دو هجایی چی مانا؟ که یعنی دو صدای واول داشته باشه مثلا بی بی اینجا یک ای و ای شامل است ای کلمه دو است یا میگیم ا A و A ا, ا, و ا, ا و ا دو واول دارن این دو هجایی است یا میگیم ب ب ا و او دو هجایی است فور یا میگیم ب ا و ا دو هجا داره ایران begin یا میگیم به گر ا ا یک واول دیگه واولی دیگه خوب به صدا هستن یا میگیم بو تای بو تای بو او و آی یا به در بر ب متوجه هستیم دوستا اینی رو ما دهی جایی میگیم اول دوهیجایی ره خو شناختیم فعلا طرز تلفظشان چه رقم است بحث می Two syllable nouns have a stress on the first syllable. تمام اسم ها در انگلیسی تمام اسم های انگلیسی که دو هجایی باشند در هجای اولشان تلفظ فشار تلفظ داشته می باشند. تمام اسم ها در انگلیسی که دو هجایی باشند در هجای اولشان تحت فشار قرار می گیرند یا هجای اول کلماتشان بلندتر، دراستر، قویتر تلفظ میشن تر مثال ما داریم water این قسمت اینی وا بلند میخوانیم، قوی میخوانیم، دراز میخوانیم نسبت به تر واتر water water درست ایتا نمیخوانیم بگیم که water اشتباه یا میگیم table ایش طولانی میخوانیم بلند میخونیم قوی میخونیم تیبل تیبل یا میگیم کافی کافی کایش بلند دراز قوی نسبت به فیش کافی درست یا مثلا داریم پر پرزن پرزن توفه مانا میشه یا داریم فلاور flower flower اگه این تو بخوانیم flu فلو یا فلوور اشتباه درست یا داریم garden garden باغ درست اگه این بخونی که garden اشتباه یعنی اینمی هجاها در کلمات هست که تلفظ تو نسبتاً چی میشه درستتر و دقیقتر میشه یا میایم به اینجا فرای دی اگر تو بخوانی فردی اشتباه یعنی به اینجا داریم در مثال پیکچر پیکچر اگر تو بخوانی که در مثال بخوایی که پیکچور اشتباه درست؟ پس به اینا باید ما متوجه باشیم تمام اسم هایی که دو هستند، در هجای اولشان یا قسمت اول کلمه چی میشه بلندتر دراستر قویتر تلفظ میشه نسبت به دیگرایش البته البته این نقطه را دا یاد داشته باشین استثناعت وجود داره به استثناعت حتما توجه بکنین من نمیگم صد فیصد تمام اسم ها نخیر استثناعت وجود داره ولی حد حدود 60 فیصد 70 فیصد تمام اسم ها که دو هجاییستن در هجای اولشون فشار تلفظ میگیره Two syllable adjectives have a stress on the first syllable او صفات تمام صفات در انگلیسی که دو هجاییستن در هجای اولشون مثل اسمها تحت فشار قرار میگیره در تلفظ انگلیسی البته به شکل طبیعیش اگر میخواین تلفظ دقیق داشته باشین تمام صفات دو هجایی را در اولش در هجای اولشان فشار بتین تر مثال سالتی سالتی نمکی شور سلی احمق سکنی سکنی بسیار لاغر فنگ فال متشکر بودن نه kamars, borik. juicy, see. helpful. friendly. happy. yellow, low. yo. help. yeah. low. use. fall. for tiring. tiring. پس اینا تمامش صفات هستند و هستند در قسمت های اول کلمات یار ما تحت فشار چی میکنیم؟ قرار میدیم تلفظ دقیق امیره میگه Two syllable verbs have a stress on the second syllable خلاف اسم ها و صفات فیل ها باز که دو هجایی میباشند در هجای دومشان تحت فشار قرار میگیرند برای مثال دساید سعی کنید ایره زیادتر دوستای ما میگن دی ساید اشتباه دساید ایره کوتا ایره بلند فرگیت ایره فارگیت اشتباه ایره کوتاتر فر ایره بلندتر گیت فرگیت اکسپلین اینجا را زیاد دراز و بلند اکسپلین explain انگیلا بگی که explain اشتباه can you explain this اشتباه can you explain this فرق میکنه حتما شما فرق شه فعلا تشخیص دارین و فکر میکنین که بله کدامش درست تر است یا اینجا میگیم که arrive arrive سکن اینجا شروع میشه arrive forgive یا مثلا داریم repeat ما با چی میگیم ریپیت یعنی اینجا رو تحت فشار قرار میدیم please invite سپورت believe یه با ما چی میگیم believe وقتی بگی believe اینجا رو دراز کنی گپ خراب میشه کوتا believe دیگهش دراز نه. increase record cord. record سعی کنید اگر کوتا بخونی record باز شد اسم میشه ولی اگر کورد بگی باز فیل میشه ثبت کردن Then increase انکریز افزایش دادن بلیف باور داشتن سپورت حمایت کردن invite دعوت کردن please راضی ساختن خوش ساختن repeat تکرار کردن forgive بخشیدن arrive رسیدن explain توضیح و تشریح دادن forget فراموش کردن decide تصمیم گرفتن پس تمام افعال در هجای دوم قسمت اخیر تمام اسم ها و صفات در قسمت اول اینی سه چیز را که شما یاد بگیرین تلفظتان دقیق میشه در کلمات انگلیسی دوستا تمام سه هجایی ها تمام که کلمات که سه هجا دارند اینا میتونن در آغاز میتونن در وسط میتونن در اخیر تحت فشار قرار بگیرن که موضوع درس بعدی ماست آرزو میکنم که درس شما درک کرده باشین اگر چینل تا حال سبسکرایب نکردین سبسکرایب بکنین با دوستایتان حتما در گروه ها و گروه های کستینی درس شریک بسازین مطمئن هستم که ازش یک چیزی را برخوردار میشن و یاد میگیرن موافق و پیروز باشین دوستای عزیز